در بخش بیوگرافی امروز می‌پردازیم به زندگی یکی از زیباترین زنان بالیوود. پریانکا چوپرا در سال 1982 به دنیا آمد. پدر اون دکتر آشوک چوپرا و مادرش دکتر مادو چوپرا بودند. پدر اون در ارتش کار میکرد و اونها به خاطر شغل پدر مجبور بودن به طور مداوم محل زندگی خودشون رو تغییر بدن و همین باعث شد تا پریانکا با آداب و رسوم قسمت‌های مختلف هند آشنایی کامل داشته باشه. پریانکا در سال 2000 به عنوان ملکه زیبایی جهان انتخاب شد و بعد از بازگشت به هندوستان به بالیوود روی آورد و با فیلم انداز به بالیوود معرفی شد. پریانکا فرزند اول خانواده بود و مادر و پدرش علاقه بسیار زیادی به اون داشتن. علاوه بر این اون فرزند مورد علاقه پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش هم بود. پریانکا برادری به نام سیدارت هم داره که 7 سال از خودش کوچیک‌تره و دخترعموی پریانکا پرینیتی چوپرا نیز از بازیگران بالیووده. وی در سال 2008 با بازی در فیلم‌های دوستانه و فشن ثابت کرد که بهترین بازیگر حال حاضر سینمای هنده و به خاطر بازی چشمگیرش در فیلم فشن جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن رو از جشنواره‌های بالیوود دریافت کرد. اون همچنین 2 آهنگ خونده، یکی از اونها رو با همراهی ویلایم به نام در شهر من و دیگری به همراه پیتبول به نام بیگانه. چوپرا علاوه بر حرفه بازیگری برای کارهای خیر و بشر دوستانه هم شناخته شده. اون در سال گذشته با یونیسف کار کرده و به عنوان سفیر حقوق بشر یونیسف در زمینه حقوق کودکان در سال 2010 و 2016 منصوب شده. وی هزینه پزشکی و آموزشی 70 کودک رو به عهده گرفته که 55 نفر اونها دختر هستند. از فیلم‌های اخیرش هم در سال 2017 میتونیم به فیلم‌های ساروان و بای واچ اشاره کنیم. پریانکا از سال 2001 تا به امروز بالغ بر 60 فیلم سینمایی بازی کرده که در سال‌های 2005، 2006، 2007، 2008 و 2013 به اوج شهرت خودش رسیده و بیشترین فیلم‌ها رو بازی کرده. پریانکا در سال 2003 به همراه آکشی کومار در فیلمی به نام انداز بازی کردند که باعث شد خیلی ها درباره آتیشی که این زوج در صحنه ایجاد کردن حرف بزنن و فیلم‌های بعدی این دو مثل نفتی روی آتیش بود، تا اینکه اختلافی بین پریانکا و مدیر برنامه ریزیش پیش اومد و ایشون قبض‌های تلفنی رو کردن که نشون میداد آکشی کومار و پریانکا مدت زمان زیادی رو خارج از صحنه با همدیگه می‌گذرونن. در این زمان بود که هر دوی اونا در صدد سرپوش گذاشتن روی ماجرا بر اومدن و نتیجه این شد که دیگه هیچ فیلمی با هم بازی نکردن.